بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالیم که شما پسرها و دخترای گل رو توی یکی از بهترین آموزشگاه های مشهد، یعنی سبقت برتر، که واقعا از نظر همه چی اوکی هست و کامله، زیارت میکنم. درس زبان رو در خدمتتونیم. سعی میکنیم که توی این جمع‌بندی همه چیز رو تقریبا کامل بگیم که انشاءالله به درد کنکورتون بخوره. یکی از مباحثی رو که قول داده بودیم در خدمتتون باشیم، بحث جرند و یا اسم مصدر بود. بحث رو اینجوری شروع میکنم که میگیم هرگاه یا اگر دو فعل با هم در یک جمله آورده شود، همیشه اولین فعل بیانگر زمان جمله است و بر اساس زمانی که دارد می توانیم آن را منفی و یا سعادی کنیم. اما بحث ما رو قسمت دوم فعله. اما فعل دوم زمان ندارد و می تواند به سه صورت زیر آورده شود: الف، فعل آینجی دار، ب، مصدر بدون تو، و جیم، مصدر با تو. خلاصه و چکیده این حرفی که اینجا من نوشتم اینه. ببین عزیز دل من، میگیم وقتی دو تا فعل با هم دیگه توی یک جمله بیاد، فعل اولی زمان داره، یا حال یا گذشته است و یا آینده. بر اساس زمان شما میتونید جمله رو منفی و یا سعادی کنید. بین دو تا فعلتون مفعول ممکنه بیاد، ممکنه نیاد، تو پرانتز میذاریم. اما بحث من رو فعل دومه. میگیم فعل دوم ما سه حالت داره: یک، این فعلمون میتونه آینجی دار باشه; دو، میتونه مصدر بدون تو باشه; و سه، میتونه مصدر با تو باشه. اینها بچه ها چون زمان ندارن، اگر بخواید منفیشون بکنید کافیه که قبل از این فعل ها چی بذارید؟ نات بذارید. بخواید منفیشون کنید قبلشون نات میذارید. ولی فعل اولتون نه، زمان داره، بر اساس زمان شما منفی و سعادی میکنید. ببینید، مثلا میگم که She promised to tell the truth. ببینید در اینجا promise اومده، فعل اولمونه، این زمان داره. چه زمانیه بچه ها؟ گذشته است. حالا پرامیس از اون فعلاییه که بعدش مصدر با تو میاد. فعل دوممون زمان نداره، مصدر با تو. او قول داد که راستشو بگه. She promised to tell the truth. قول داد که راست بگه. حالا میتونیم بین دوتا فعلمون مفعولم بذاریم، یعنی بگیم که she
promised them to tell the truth. یعنی قول داد به اونها که راستشو بگه. در اینجا باز پرامیس فعل شماست که به صورت گذشته است و دم میشه مفعول و تو تل اینجا میشه مصدر با تو. حالا شما اگر خواسته باشید فعل اول رو منفی کنید، بر اساس زمانش منفی میکنید، اساس زمانی که داره منفی میکنید. ببینید یعنی چی؟ مثلا میگم که She wants to make tea. یه جمله است. want فعل اولیتونه، to make هم فعل دومه. در این حالت این شی هم فاعل این به حساب میاد، هم فاعل این به حساب میاد. اون میخواد چای درست کنه، هم خواستن از سر میزنه هم چای درست کردن. حالا بینش اگر مفعول قرار بگیره اینجوری میشه she wants me to make تی. اینجا می عزیزان من برای want میشه مفعول، ولی همین می برای to make میشه فاعل. پس شی چی کار است؟ میگیم شی فاعل فعل اولی به حساب میاد. او از من میخواد که چای درست کنم. خواستن رو او انجام میده، ولی چای درست کردن رو من باید انجام بدم. من میشم فاعل چای درست کردن. حالا اگه بخوایم فعل اولی رو منفی کنیم زمانش چیه؟ حال ساده است. باید از چی استفاده کنیم؟ از داز استفاده کنیم. یعنی میگیم که she doesn't want me to make tea. ببینید فعل اولی رو به اساس زمان شما منفی کردید. ولی اگر بخواید فعل دوم رو منفی کنید، فعل دوم تو زمان نداره، بخواید منفیش کنید قبلش چی میذارید؟ not میذارید. یعنی میگید که she wants me not to make tea. ببینید فعل دوم رو منفیش کردیم. یعنی چی؟ یعنی از من میخواد که چای درست نکنم. این معنی کاملا تغییر کرد. اینجا میگه او میخواد چای درست کنه. این او هم فاعل want هم فاعل چای درست کردن. اما در دومیه میگه از من میخواد که چای درست کنه. اینجا شی فقط فاعل want و می میشه فاعل چای درست کردن. حالا اگه بخوایم فعل اولی رو منفی کنیم بر اساس زمانش منفی میکنیم. زمانش حال ساده بوده، عرصبت که با داز منفی کردیم. اما بخوایم فعل دوم رو منفی کنیم، قبل از فعل دومون چی میذاریم پسر رو و دختری خوب؟ نات میذاریم. حالا بحث من با شماها چیه؟ میخوایم بگیم چه فعلهایی بعدش آینجی میاد؟ میخوایم بگیم چه فعلهایی بعدش آینجی میاد، چه فعلهایی بعدش مصدر بدون تو میاد و چه فعلهایی بعدش مصدر با تو. مورد اول رو میخوایم بحث بکنیم، یعنی فعل آینجی دار یا اصطلاحاً به جرند میگن یا اسم مصدر میگن. ببینید پس من اینجا میزم جرند یا اسم مصدر یا فعل آینجی دار. این میخوایم بگیم خدمتون که هرگاه
به فعلی آنجی اضافه کنیم و آن را در محل اسم قرار دهیم، به آن اسم مصدر میگویند. این نوع از اسم ها، این نوع از اسم ها دارای سه محل زیر می باشن. ببینید عزیزان من، وقتی شما به فعلی آنجی می دید، اگر فعل آنجی دار رو در محل فعل بذارید بهش میگن فعل. مثلا به شما میگم What are you doing now؟ چیکار میکنی؟ میگی We are listening now، داریم گوش میدیم آقا. Listen اینجا ing گرفته، ولی چون در محل فعل اومده بهش میگن فعل. مثلا میگیم که They are watching TV، دارن تلویزیون تماشا میکنن. اینجا watch ing گرفته، ولی چون در محل فعل اومده ما بهش میگیم فعل، بهش هم نقدن کاری نداریم. اگر به فعلی آنجی بدید و اونو در محل اسم قرارش بدید بهش میگن، در محل صفت قرارش بدید بهش میگن صفت فاعلی. در محل صفت قرار بگیره بهش میگن صفت فاعلی. ببینید مثلا شما میگید The film was amusing، فیلم سرگرم کننده بود. اینجا amuse ing گرفته، پسرای خوب، دخترای خوب، ولی چون در محل صفت اومده بهش میگن صفت. به این هم ما کار نداریم. پس بحث ما با شما چیه؟ اون بالا نوشتم اگر به فعلی ing بدیم و آن را در محل اسم قرارش بدیم میشه اسم مصدر. ما بحثمون اینه. پس به فعلی ing بدیم و اونو در محل اسم قرارش بدیم بهش میگن اسم مصدر. حالا میخوایم خدمتتون بگیم که اسم مصدرها یا جراندها سه تا محل دارن. ببینید اینجا میسم جرند یا همون اسم مصدر چند تا محل دارن؟ میگیم سه تا محل دارن. یک، قبل از فعل میاد. دو، بعد از حروف اضافه میاد. و سه، بعد از افعال ویژه میاد. پس جراند ها یا اسم مصدر ها سه تا محل دارن بچه ها. یک، قبل از فعل میاد، یعنی نقش چیه؟ نقش فاعلی دیگه. ولی اگر بعد از حروف اضافه یا بعد از افعال ویژه بیاد نقشش میشه مفعولی. حالا برای هر کدومش میخوایم مثال بگیم. این مثالی که میگم مهمه. ببینید مثلا میگم که Chinese is difficult for them. این یک جمله است. میخوام 8 تا جواب بنویسم بچه ها، نه 4 تا جواب. یک بار با چهارتای اولی جواب میدیم، یک بار با چهارتای دومی. ببینید چهارتای اول To speak Speaking Speak. چهارمیش هم میگم یک و دو.
اما چهار تا جواب دومی باز میگیم تو speaking speak و spoke. خواهشان خوب گوش بدید. در اینجا عزیزان من میبینیم is اومده. is چیه بچه ها؟ فعله. ما گفتیم قبل از فعل باید چی بذاریم؟ آینجیدار بذاریم، یعنی فاعل بذاریم. پس ما در اینجا فاعل نیاز داریم. فاعلم یعنی اسم. فعل رو بخوام به سبدی کنیم باید چی اضافه کنیم؟ آینجی اضافه کنیم. پس این جواب درست. اما یادت باشه که در محل فاعل علاوه بر آینجی دار میتونید خود مصدر رو هم به کار ببرید، یعنی تو اسپیک هم درسته، یعنی هم جواب یک درسته هم دو درسته. گزینه چهارمی رو انتخاب میکنم. میگه speaking Chinese is difficult for them. صحبت کردن با زبانی چینی برای اونها مشکله. اما اگر بخوایم با این چهارتای دومی جواب بدیم باز میگیم is فعله. قبلش بایستی فاعل بذاریم. اونی که ing داره درسته. مصدر رو هم که گفتیم درسته. پس این جواب و این جواب غلط میشه. حالا بین این دوتا ارجحیت با چیه بچه ها؟ میگیم ارجحیت با speaking هست. یعنی میگیم speaking Chinese is difficult for them. صحبت کردن با زبان چینی برای اونها مشکله. حالا سوالی که تو امتحان داده بودن اینجوری بوده. ببینید. این سوال بوده، چهار تا جواب داشته. watch to watch watches و watching. به نظر شما کدوم جواب درسته؟ جواباتونو برای من بفرستید بچه ها. بله. خب چرا یکیتون میتونید میکروفون فعال کنید با من حرف بزنید؟ چرا چهار رو انتخاب کردید؟ ببینید در این سوال اکثرا اومده بودن دو رو انتخاب کردن. خب اما ببینید این سوال با سوال قبلی فرقی نداره، فقط اینجا جمله مرکب دیگه. الان نو فعلمونه، نو فعل یو میشه فاعل. این یک جمله است آقا. اینجا هم ایز فعلمونه. قبلش بایستی فاعل بذاریم. فاعلم یعنی اسمه. پس اینم یک جمله دیگه است. بین دو تا جملهمون دت بوده، دت به قرینه چی شده؟ هست شده. میگیم do you know that؟ آیا میدونی که watching too much TV is bad for your health؟ تماشای بیش از حد تلویزیون برای سلامتی شما بده؟ اینجا میگیم گزینه چندمی میشه؟ چهارمی میشه. دقت فرمودید؟ پس در اینجا ما در واقع دو تا جمله داریم بچه ها. این یک جمله، اینم یک جمله. خب هر جمله باید فاعل و فعل خودشو داشته باشه.
اینجا نو فعل یو میشه فاعل. ایس فعل قبلش باید فاعل بذاریم. فاعل یعنی چه عزیزان من؟ یعنی اسم. و فعل رو بخوام به اسم تبدیل کنیم باید چه اضافه کنیم؟ آینج اضافه کنیم. اینجوری میشه. یا مثلا این جمله رو نگاه کنید. این جمله با 4 تا جواب واشینگ واش تو واش و واشز به نظر شما کدوم جواب درسته بچه ها؟ تو این سوال کدوم جوابش رو انتخاب میکنید؟ شماره جواباتون رو برای من بفرستید. بله. باز نگاه میکنیم میبینیم که دو تا جمله داریم بچه ها. این یک جمله است، یک فعل، قبلش فاعل اومده. اینجا هم هزمید فعلمونه. خب قبلش بایستی فاعل بذاریم. فاعل هم یعنی اسم. فعل رو بخوایم به استبدی کنیم باید چی بدیم؟ آینجی بدیم. میشه گزینه اولی. به قول یکی از دوستاتون بازم اینجا بین دو تا جمله دت بوده. دت به قرینه چی شده؟ هست شده. We believe that ما معتقدیم که شستن ظرف ها او رو خسته کرده. پس اولین محلی که ما برای جرانت ها یا اسم مصدر ها در نظر میگیریم کجاست بچه ها؟ میگیم قبل از فعل قرار میگیره. اما محل دوم میگیم که بعد از حروف اضافه همینجا توصیه میکنم بهتون که فعل هایی که حرف اضافه خاصی میگیرن اون فعل ها رو با حرف اضافه شون حفظ بکنید بچه ها. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. ببینید سوال اینجوری داده بودن She insisted the white t-shirt. یه جمله است. 4 تا جواب in by on by in buying و on buying. بفهمید کدوم جواب بچه ها؟ جواب سه دیگه؟ سه بله دیگه؟ بله. ببینید باز به ظاهر جمله نگاه میکنیم میگیم گزینه یک و دو غلطه. چرا؟ چون آن و این حرف اضافه است. بعد از حروف اضافه باید آنجدار بذاریم. 50% جواب شما حذف کردید. یا گزینه سه میشه یا گزینه چهار. خب تو کتابتون داره که insist حرف اضافه است بچه آن هست، یعنی گزینه چهارمی درسته.
خود کلمه insist on یعنی اصرار کردن، پافشاری کردن. از اینجا میشه گزینه چهارمی بچه ها. یا مثلا این جمله رو نگاه کنید. این جمله با چهار تا جواب کدوم جواب بچه‌ها؟ بله بقیه خوبه خوبه خوبه. بله کاملا درسته. باز نگاه میکنیم میبینیم depend اومده. depend بچه ها حرف اضافهش آنه، خود به خود این دوتا که تو داره حذف میشه، یا این درسته یا این درسته. حالا آن حرف اضافه است، بعدش باید چی بذاریم؟ آنجدار بذاریم، میشه گزینه یه سومی. یا مثلا این سوال رو نگاه بکنید. اینی که الان می نویسم این سوال امتحانی بوده. این سال چهار تا جواب داشته. بفهمید کدوم جواب و چرا. پسرها و دخترای خوب، بفهمید که تو این سوال کدوم جواب انتخاب میکنیم و چرا. تکتم خانم میگه نمیدونم. خانم وفا بیشه مقدسه میگه یک، فکر کنم یک. صادق میگه یک. حسینپور میگه یک. خانم سعیدی میگه یک. مائده میگه یک. علی میگه یک. امیر علی میگه چند؟ سه. مهدیه میگه یک. یگانه میگه یک. نرگس هم میگه یک. بقیه خانم آقایون، نگار هم میگه یک، زینب هم میگه یک. خب ببینید این سوال رو خواهشان خیلی گوش بدید ها. حروف اضافه بچه ها قیافه هاشون ریزه میزه است، مثل این، آن، ات، تو، فور، نه؟ قیافه های کوچولویی دارن. اما یادتون باشه عزیزان من که چهار تا کلمه داریم: بیفور، افتر، ون و وایل.
که اینها دو تا نقش دارن، هم میتونن کلمه ربط باشن، هم میتونن حرف اضافه باشن. کلمه ربط بچه ها دو تا جمله رو به هم وصل میکنه، ولی حرف اضافه دو قسمت از یک جمله رو به هم وصل میکنه. و ما از کجا بفهمیم تو امتحان که این کلمه ربطه یا کلمه یا حرف اضافه است؟ آقا خیلی راحته، میگم اگر بعد از این کلمات before, after, when, while فاعل بیاد، اینها کلمه ربطن، ولی اگر بعدش فاعل نیومده باشه میشه حرف اضافه. حالا برگردیم به این تست. اینجا نگاه میکنم میبینم که بعد از before فاعل نداریم. چون فاعل نداریم پس این حرف اضافه است. مثل این میمونه، مثل ات میمونه، مثل آن میمونه. و ما هم گفتیم بعد از حروف اضافه بایستی آینجه دار بذارید. پس خود به خود گزینه 3 و 4 حذف میشه. یا 1 درسته یا 2 درسته. تفاوت این دوتا تو این دوتا فعل بچه ها. ببینید عزیزان من، ما یک فعلی داریم، فعل لای. این دوتا معنا داره. یک معناش میشه دروغ گفتن. فعل با قاعده است، گذشته اسم مفعولش ایدی میگیره، لاید لاید. ولی همین لای بچه ها وقتی با داون میاد معناش میشه دراز کشیدن. گذشتهش چی میشه؟ میشه لی. قسمت سومش هم میشه لینه. خب حالا برگردیم به تست ببینیم چی نوشته بودم من. ببینید لاید بگیم یعنی دروغ گفت و خوابش برد. لی بگیم یعنی دراز کشید و خوابش برد. کدوم میشه انتخاب کنیم بچه ها؟ کدوم جواب میشه آقا؟ جواب 2. خب چرا 1 رو انتخاب نمی کنید؟ آقا من دروغ میگم برشم میگیرم میخوابم، نمیشه؟ از کجا بفهمیم 1 یا 2؟ از کجا بفهمیم؟ آفرین، بارکلا مهدیه. چون داون آورده، چون اینجا داون به کار برده پس لای داون بوده. گذشته لای داون میشه لی داون، یعنی گزینه دومی. معنی جمله چیه؟ میگه قبل از خوردن سیب دراز کشید و خوابش برد. موضوع فهمیدید؟ بنابراین اکثر شماها جواب غلط رو دادید و هیچ کس جواب 2 رو نداده بود. این نکته مهمی بود ها. پس یک بار دیگه میگم حروف اضافه بچه ها قیافه هاشون کوچولو موچولوه، ولی این 4 تا کلمه یعنی before, after, when و while اینها دو تا نقش دارن، هم میتونن کلمه ربط باشن هم میتونن حرف اضافه باشن. از کجا تشخیص بدیم کلمه ربط یا حرف اضافه؟ بلا فاصله به بعدش رو نگاه میکنیم. بعدش فاعل اومده باشه میشه کلمه ربط، یعنی دوتا جمله رو به هم وصل کرده. بعدش فاعل نیومده باشه میشه حرف اضافه. و بعد از حروف اضافه هم باید آینجیدار بذاریم دیگه. الان گفتیم مثلا تو این سوال ما بعد از بیفور فاعل نداریم، پس این حرف اضافه است، پسش باید آنجیدار بذاریم. گفتیم گزینه 3 و 4 غلط، یا 1 میشه یا 2 میشه. حالا فرق 1 و 2 تو این فعلاشه، لاید و لی. ریشه این دوتا یکی عزیز دل بابا. ببین ریشه شون لای هست، اینه. حالا لاید به معنی دروغ گفتن گذشتهش با قاعده است، میشه لاید لاید. ولی به معنی دراز کشیدن با داون میاد. تو این تست هم اگر دقت میکردید بعد از نقطه چین داون رو آورده،
خب وقتی با down بیاد میشه دراز کشیدن، گذشتش چی میشه؟ میشه lay. به این جهت بود که ما گزینه دومی رو انتخاب کردیم. گفتیم قبل از خوردن سیب دراز کشید و خوابش برد. حالا ما یک فعل دیگه ای هم داریم بچه ها، فعل lay هست که باز گذشته این میشه laid، قسمت سومش میشه laid. ببین عزیز دل بابا، گذشته این مثل زمان حال این میمونه ولی هیچ ربطی با هم دیگه ندارن. این lay معناش چیه بچه ها؟ این lay پایینی معناش چی میشه؟ حرف بزنید با من، معناش میشه؟ نه بابا، فعل عزیزم صادق جان. این lay بچه ها به معنای تخم گذاشتنه. به معنای قرار دادنه. پس ببینید گذشته دراز کشیدن که میشه lay، زمان حال یک فعلیه به معنای تخم گذاشتن، به معنای قرار دادن، که گذشتهش میشه laid، قسمت سومش هم میشه laid. یکی دو تا فعل بگید تو کتاباتون همینجوری باشه، گذشته یکی زمان حال اون یکی دیگه باشه. مثل چی بچه ها؟ آها باریکالله، درسته صادق. دیگه بقیه آقایون خانوما چند تا تو فعل داری تو کتابت که این حالت رو داره؟ ببینید یکیش بچه ها فعل فال هست. فال یعنی چی؟ یعنی افتادن. گذشتش میشه فعل، قسمت سومش هم میشه فالن. حالا یک فعلی دارید شما فعل، ببین گذشته این مثل زمان حال این میمونه، این باز گذشتهش ایدی میگیره میشه فعلد، قسمت سومش هم میشه فعلد. این فعل یعنی چی بچه ها؟ این فعل یعنی قطع کردن، انداختن. مثلا میگیم فلینگ د تریز، قطع کردن درختان، فعل به کار میبریم. یا صادق اومد از درس اولش کلمه find رو برای من نوشت، راستم میگه find گذشتهش میشه found، قسمت سومش هم میشه found. این find یعنی چی؟ find به معنی پیدا کردن یا فهمیدن. وقتی شما میگید I found that یعنی فهمیدم که. حالا تو درس اول کتاب دوازدهم found رو آورده که این found باز گذشتهش میشه founded، قسمت سومش هم میشه founded. ببینید گذشته این زمان حال اینه. این معناش چیه؟ میشه تأسیس کردن، بنیان گذاری کردن. یا یک فعل دیگه شما دارید، اجازه بدید تو صفحه بعد بنویسم، فعل beer گذشته چی میشه؟ بور، قسمت سوم چی میشه؟ born. این beer یعنی چی بچه ها؟ beer معناش چیه؟ ببین باز یک بور هم شما دارید ها، گذشتهش میشه برد، قسمت سومش میشه برد. ببینید گذشته این زمان حال اینه. این که معناش میشه کسل شدن. کتاب 11 هم خوندید، نمیگفتید I was bored، کسل شدم، because the film was boring، چون فیلم کسل کننده بود. اما کلمه beer بچه ها چند تا معنا داره. کلمه beer یک معناش میشه متولد شدن، یک معناش آی دکتر خانم دکتر میشه زایمان کردن، یک معناش میشه تحمل کردن،
یک معناش میشه در برداشتن، معنی اسمیش هم که میشه خرس دیگه. پس میبینید بیر چند تا معنا داره، به معنی متولد شدن، زایمان کردن، تحمل کردن و در برداشتن. با این معانی گذشتش میشه بور، قسمت اونش میشه بور، که اکثر بچه ها بورن رو بلدن ولی بیر رو نمیفهمی یعنی چی. بابا بورن قسمت اولش میشه بیر. حالا خود بیر چند تا معنا داره؟ عرض کردم متولد شدن، زایمان کردن، تحمل کردن و در برداشتن. موضوع فهمیدید؟ مثلا به معنی در برداشتنش این سوال رو داده بودن. ببینید The earth in that region a thick mantle of vegetation. جواب هایی که داده بود بیرز، برن و برنز. کدوم جواب انتخاب میکنید بچه ها؟ پسرها و دخترهای خوب، کدوم جواب درسته؟ دلبندای من، بله خوبه. مهندسه جواب داد، مهدیه، مهسا، ندا، ساناز، تکتم. مردا کجان؟ مهندسه، نرگس، مائده، زهره، تکتم. مردا کجان بابا؟ مردا همه خانوما دارن جواب میدن، نامردیه که مرد جواب ندن. بله باز نگاه کنید، ما نگاه میکنیم میبینیم که the earth in that region، فاعلمون مفرده، یعنی جاش میتونیم it بذاریم. the earth in that region، the earth in that region. و فاعل ما مفرده بچه ها. وقتی فاعل سوم شخص مفرده، تو زمان حال بایستی فعلش اس بگیره. خود به خود گزینه 3 و گزینه 1 غلطه، یا 2 درسته یا 4 درست. برن یعنی سوختن، برنز به معنای سوختن، ولی بیر گفتیم معانی مختلفی داره، یکیش در برداشتنه. کسی میتونه ترجمه این جمله رو برای من بگه؟ ترجمه این جمله چی میشه؟ یک دلاور دختر، یک دلاور پسر، ترجمه این جمله رو بگه به من. عزیزان من، ارث، کلمه ارث دو تا معنا داره، یک معناش میشه کره زمین، یک معناش هم میشه سویل یعنی خاک. ریجن معناش چیه؟ یعنی منطقه. پس ما نمیتونیم اینجا بگیم کره زمین در آن منطقه، میگیم خاک اون منطقه. ارث اینجا معنی خاک رو میده. بعد کلمه تیک رو داریم. تیک بچه ها یعنی زخیم، یعنی پرقطر، یعنی کلوفت. متضادش میشه تین، نازک. تین دو تا معنا داره، یک معناش میشه نازک، یک معناش هم میشه لاغر. خب منتل یعنی چی؟ منتل بچه ها یک معناش میشه گوشته،
لایه‌های زمین چند دسته میشه؟ پوسته، هسته و گوشته دیگه. ولی منتل یه معنی دیگه هم اینجا داره، به معنی پوششه. پس کلمه منتل یک معناش میشه پوشش، یک معناش هم میشه گوشته. از لایه‌های زمین، لایه میانی زمین رو میگن منتل. حالا معنی جمله چی میشه؟ میگه خاک اون منطقه در بر داره. Bears a thick mantle of vegetation. یک پوشش گیاهی پرقطر. Vegetation از vegetables میاد، به معنای گیاهی. یک پوشش گیاهی پرقطر. معنی جمله این شد. میگه خاک اون منطقه در بر داره. یک پوشش گیاهی پرقطر. موضوع فهمیدید؟ خب ما تا اینجا دو تا از محلهای اسم مصدرها رو گفتیم. کجا و کجا بچه ها؟ یکی قبل از فعل می اومد و یکی هم بعد از حروف اضافه. برای این دوتا مثال هم گفتیم خدمت. آیا یه مثال دیگه هم بگم که خودم بهتر یاد بگیرم؟ ببینید، یک جمله است، چهار تا جواب به ما میدن. gave، to give، gives و giving. کدوم جواب بچه ها؟ جواب چندمی؟ بله بله بله. آها خوبه خوبه، دارم دلگرم میشم. آفرین آفرین. نمیدونم حالا با دلیل دارید میگید یا اینکه چون بحثمون آینجی داره شما آینجی دارش انتخاب کردید. انشالله که با دلیل داشته باشید بگید. ای کاش صدای یکیتون من میتونستم وصل کنم بهم بگید. چرا میگید چهار درسته؟ میتونید صدا رو وصل کنید احمد آقا؟ امیر حسین میتونی صدات رو وصل کنی بگی؟ آیزاره ای؟ آها علی خوب توضیح داده، خوبه خوبه. ببینید در اینجا این مثل سوال قبلی میمونه دیگه. در اینجا افتر اومده، بعد از افتر ما فاعل نداریم. چون اینجا فاعل نیومده پس میگیم این نقشه چیه؟ حرف اضافه است. خب الان گفتیم دیگه بعد از حروف اضافه باید چی بذاریم؟ آینجیدار بذاریم، یعنی گزینه چهارمی درسته. معنی این جمله چیه بچه ها؟ The professor left the meeting. یعنی پروفسور جلسه رو ترک کرد بعد از یک سخنرانی عالی. give a lecture بچه ها یعنی خود لکچر، یعنی سخنرانی کردن. ببینید این کلمه لکچر اگر اسم باشه میشه speech، یعنی سخنرانی. ولی اگر فعل باشه میشه سخنرانی کردن، میشه give a speech یا give a lecture.
give a speech. یا میشه make a speech. همه اینها یعنی سخنرانی کردن. ببین give a speech, give a lecture و make a speech. همه‌شون میشه سخنرانی کردن. اسم فاعل لکچر هم میشه لکچرر. لکچرر یعنی سخنران. خب ما تونستیم دو تا از محل‌های اسم مصدرها رو خدمتون بگیم، قبل از فعل و بعد از حروف اضافه. میخواید یک استراحت بهشون بدید؟ چهار. خب یک استراحت کوتاهی بکنید بچه ها، بقیهش رو بعد میگم بهتون. کی برگردن؟ چهار رو برگردن؟ چهار رو در خدمتونی بچه ها. یک استراحتی داشته باشید، چهار رو در خدمتونی. سلام علیکم، صدای منو دارین؟ پسرها و دخترای خوب صدای منو دارید؟ آها، ادامه بحث رو در خدمتتونیم. پس ما گفتیم جراندها یا اسم مصدرها سه تا محل دارن. برای دو تا از محلهاش ما مثال زدیم، یکی قبل از فعل و یکی بعد از حروف اضافه. اما محل سوم رو بنویسید. محل سوم عزیزان من میگیم بعد از افعال ویژه. یک سری فعل هایی داریم، بهشون میگن فعل های خاص، فعل های ویژه. این رو باید حتما حفظ بکنید. من اینا رو می‌نویسم، هر معنایی رو هم که بلد نیستید بگید تا براتون یادداشت کنم. فعل هایی مثل avoid، مثل admit، مثل delay، مثل deny، مثل enjoy، مثل imagine، مثل mind، مثل miss، مثل risk، مثل finish، مثل dislike، مثل hate، مثل be busy، مثل be no worse، مثل be no use، مثل be used to، مثل get used to، یا فعل های مثل like، prefer، stop، keep و remember. که این پنج تا فعلی که آخر نوشتم بچه ها، اینها بعدش هم میتونید فعل آینجیدار بیارید، فعل آینجیدار، هم میتونید مصدر با تو بذارید. حالا مثال میگم. پس این فعلایی که بالا نوشتم بعدش حتما بایستی آینجیدار بذارید. اما این پنج تا فعل رو هم میشه بعدش آینجیدار گذاشت، هم میشه بعدش مصدر با تو گذاشت. نمیدونم معانی این فعلا رو بلدید یا نه، یا بنویسم براتون. معانی این فعلا رو بلدید بچه ها؟ بچه ها صدای منو دارید؟ معانی این کلمات رو بلدید یا نه؟ بنویسم. فعل مثل avoid یعنی دوری کردن، اجتناب کردن. admit یعنی پذیرفتن، قبول کردن. delay یعنی به تأخیر انداختن. deny یعنی انکار کردن. اینجور رو بلدی لذت بردن. imagine یعنی تصور کردن.
مایند یعنی اهمیت داشتن. میس یعنی از دست دادن یا دلتنگ شدن. ریسک یعنی به خطر افتادن. فینیش تمام کردن. دیسلایک و هیت یعنی تنفر داشتن. بی بیزی یعنی گرفتار بودن. بی نو ورس یعنی ارزش ندارد. بی نو یوز یعنی فایده ای ندارد. بی یوستو یعنی عادت داشتن. گت یوستو هم یعنی عادت داشتن. و این فعل ها لایک دوست داشتن، پریفر یعنی ترجیح دادن، استاپ رو بلدید. این کیپ بچه ها جالبه. کیپ پسرم دخترم، اگر نگه داشتن باشه بعدش باید مصدر با تو بذارید، ولی کیپی که اینجا نوشتم به معنای ادامه دادن ها. کیپ اگر به معنای ادامه دادن باشه بعدش بایستی فعل آنجیدار بذارید، ولی اگر به معنای نگه داشتن باشه بعدش بایستی مصدر با تو بذارید. حالا مثال که بگم هممون میفهمیم. ببینید، مثلا میگم که She admitted the necklace. چهار تا جواب داشته. To steal, stealing, stole و steal. ببینید، کافیه دانش آموز این فعلای ویژه رو حفظ کرده باشه. یعنی بدون ادمیت فعل ویژه است. خب بعد از فعل ویژه ما بایستی آنجیدار بذاریم، یعنی گزینه دومی میشه. معنی جمله چیه؟ یعنی پذیرفت که گردنبند رو دزدیده. این نک آی دکتر خانم دکتر یعنی گردن. لیس یعنی بند. بندی که خانم‌ها به گردنشون میندازن بهش میگه گردن بند. بند کفش رو هم لیس میگن. کلمه استیل بچه‌ها یعنی دزدی کردن. استیل یعنی دزدی کردن. گذشتش میشه استول. قسمت سومش میشه استولن. این استیل یعنی چی؟ این استیل یعنی فولاد. استایل یعنی چی؟ یعنی سبک، یعنی روش. و این استیل یعنی چی؟ یک معناش میشه هنوز، یک معناش هم میشه ثابت بدون حرکت. مثلا میگیم هی استود استیل. معنی این جمله سه کلمه چیه بچه ها؟ He stood still. معناش چیه آقا یا خانم؟ یعنی او ثابت استاد. استود گذشته استند دیگه، یعنی استاد. استیل هم که میشه ثابت، میشه بدون حرکت استاد، ثابت استاد. معناش اینه. یا مثلا این جمله رو ببینید. این سوال امتحانی بوده. ببینید، چهار تا جواب داشته. crying، cries، to cry و cry. کافیه دانش آموز من این فعلایی که گفتم حفظ کرده باشه.
یعنی بدون بی نو یوز فعل ویژه است. بی رو به شکل ایز آورد اینجا. بی نو یوز این فعل ویژه است. خب بعد از فعل ویژه ما باید چی بذاریم؟ آنجدار بذاریم. معنی این جمله چیه بچه ها؟ It's no use crying over the spilt milk. این سوال امتحانی هم بوده. معناش چی میشه؟ معناش رو بگید بچه ها. هیچ کس؟ ما یک کلمه پور داریم، یک کلمه اسپیل داریم. هر دوتاش میشه ریختن. گذشته این میشه پورد، گذشته اسم مفعول این میشه اسپیلت. اینم میشه ریختن، اینم میشه ریختن. فرقشون چیه بچه ها؟ ریختن اگر عمدی باشه پور میگیم. من میام خونه شما میگم پور می یه گلاس آف تی، برام یه لیوان چایی بریز. شما عمدن قوری رو برمیدارید میزید توی لیوان، این میشه پور. حالا همون چایی رو میاد جلوی من بذارید دست پاچه میشی، چایی چپه میشه. دوربری ها میگن شی اسپیلت ده تی، چایی رو ریخت چپه کرد. پس ریختن غیر عمدی میشه اسپیل، این میشه ریختن عمدی و این میشه ریختن غیر عمدی. حالا معنی جمله چیه؟ میگه گریه برای شیر ریخته شده فایده ای نداره. این معادله با ضرب مثلی که میگه پشیمانی سودی نداره. آب ریخته شده جمع نمیشه. این یک ضرب مثل بچه ها. اسپیت شکل سوم اسپیل دیگه پسرم صادق جان. اسپیلت قسمت سوم فعل اسپیل هست. حالا بعد بهتون میگم شکل سوم افعال میتونن نقش صفتی هم داشته باشن. وقتی میگیم اسپیلت میلک یا اسپیلت وادر یعنی آب ریخته شده، شیر ریخته شده، اینجوری ترجمه میکنیم. لغت به لغت بخوای معنا کنی میشه گریه برای شیر ریخته شده فایده نداره. که عرض کردم این معادله با ضرب مثلیه که میگه آب ریخته شده جمع نمیشه یا پشیمانی سودی نداره، این معنا رو میده. یا اون فعلایی که به دو صورت میومد، نگاه کنید. مثلا میگید شما He likes to play football. He likes playing football. کدومی که از این دوتا جمله درسته آقا؟ از این دوتا جمله کدومی کهش درسته؟ اولی یا دومی؟ هر دو درسته کاملا. بله ببینید، ولی معانیشون با هم فرق میکنه. اینجا لایک اومده بعدش مصدر با تو، اینجا لایک اومده بعدش فعل آنجدار. هر دوش درسته، ما گفتیم بعد از لایک هر دوتاشو میتونیم بیاریم، ولی معانیش فرق میکنه. وقتی میگیم he likes to play football یعنی دوست داره فوتبال بازی کنه، یعنی فوتبالیسته، میخواد این کار رو انجام بده. ولی وقتی میگیم he likes playing football یعنی بازی فوتبال رو دوست داره. ممکنه فوتبالیست نباشه. شما این روزا میبینید یک آقای 80 ساله هم میشینه فوتبال تماشا میکنه. آیا فوتبالیسته؟ نه. باید دومی رو بگیم براش، بگیم he likes playing football، بازی فوتبال رو دوست داره. بعد اولی میگیم دوست داره فوتبال بازی کنه، یعنی فوتبالیسته، الان توپ بهش بدید قشنگ بازی میکنه. درست شد؟ پس اولی میگیم که دوست دارد
فوتبال بازی کند. دومی میگیم بازی فوتبال را دوست دارد. حالا این دوتا جمله که میسم شما ها ترجمه کنید. معنای این دوتا جمله چیه بچه ها؟ معنای این دوتا جمله رو بنویسید برای من. یه stop to smoke، یه stop to smoking. اولا میگیم هر دوتاش درسته، حالا معناشو بگید. دقیقا صادق جان درسته. یعنی اگر بعد از استاپ، بعد از استاپ تو بیاریم، این تو معناش میشه این اوردر تو، یعنی به منظور این که، یعنی استاد به منظور این که سیگار بکشد، داشته میرفته وایستاده سیگار که بیتو از تو جیبش در برده تا این کار زشت انجام بده. ولی در دومی میگه he stopped smoking، یعنی سیگار کشیدنش رو متوقف کرد، سیگار کشیدن را متوقف کرد. ببینید سوال اینجوری داده بودن: when Bob got tired he stopped. چهار تا جواب داشته: work، working، to work و worked. کدوم جواب درسته بچه ها؟ شماره بفرستید برای من. بله بله بله، خوبه خوبه خوبه، بله 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 بله. خب ببینید آقا، تو رو خدا به حرفای من گوش بدید. الان تو این جمله چی داریم ما؟ استاپ داریم، بعدش یا با تو میاد یا ورکینگ میاد، این و این حذفه. اگر جمله اولی نباشه بچه ها، هر دو جواب درسته. He stopped to work، استاد به منظور این که کار کنه. He stopped working، کار کردنشو متوقف کرد. هر دوتاش درسته. از کجا بفهمیم وایستاده که کار کنه یا کارشو متوقف کرده؟ به جمله اول نگاه میکنیم. میگه وقتی باب خسته شد he stopped working، کارشو متوقف کرد. یعنی گزینه دو درسته. فقط دو سه نفر از شما جواب درسته به من دادید، اکثرا سه رو انتخاب کرده بودید. آدم خسته که وای نمیسه کار بکنه، دقیق میفهمید؟ بلکه کارشو متوقف میکنه، میگیم he stopped working. پس ببینید فعل های ویژه بعدش ما بایستی آنجیدار بذاریم. مثلا این جمله رو نگاه کنید: یه جمله است، چهار تا جواب،
کدوم جواب بچه ها؟ کدوم جواب انتخاب میکنید؟ آره آره درسته. چرا؟ به جهت اینکه avoid اومده. avoid فعل ویژه است و ما گفتیم بعد از فعل ویژه باید آنجدار بذاریم، میشه گزینه یه سومی. معنی این جمله چیه آقا یا خانم؟ معنی این جمله چیه؟ We don't want to involve to avoid involving in a civil war. یعنی چی؟ ما نمیخوایم اجتناب کنیم از درگیر شدن در جنگ داخلی. این سیویل وار بچه ها یعنی جنگ داخلی. سیویل یک معناش میشه عمران، یک معناش هم میشه داخلی. مثلا شما میگی سیویل انجینیرینگ یعنی چی؟ یعنی مهندسی عمران. پس کلمه سیویل دو تا معنا داره، یک معناش میشه داخلی مثل سیویل وار، یک معناش هم میشه عمران. و کلمه سیویلایز بچه ها یعنی متمدن کردن. سیویلایز اینجوریه به معنای متمدن کردن. وقتی میگی سیویلایزد صفتشه یعنی متمدن، و سیویلیزیشن یعنی تمدن. خب پس ما فعل‌هایی که بعدش ing می اومد خدمت آقایون و خانمای محترم توضیح دادیم، به اینها میگن فعل‌های ویژه. اما بعضی از فعل‌ها هستن بچه‌ها فعل ویژه نیستن اما بعد شما میتونید ing بیارید. چه فعل‌هایی هستن؟ من یک فعل رو می‌نویسم بعد قشنگ توضیح بدم تا بفهمید چیه. ببینید میگم I love. خوب دقت کنید چی میخوام بگم. عمدن هم فعل love رو نوشتم چون دیگه از اول راهنمایی شما با این کلمه پشت کتاباتون و یه حرفا آشنایی دارید. خب love بچه ها فعل متعدیه و فعل متعدی چی میخواد آقا؟ مفعول میخواد. مفعول یعنی چی؟ یعنی اسم دیگه. ببینید مثلا میگم I love my mother، دوست دارم چه کس را؟ مامانمو. love میشه فعل متعدی، my mother میشه مفعول. حالا میتونم به جای مفعولم ضمیر بذارم، بگم I love her، دوست دارم چه کس را؟ او را. باز love فعل متعدیه، هر میشه چی؟ ضمیر. بهش میگن ضمیر مفعولی. خب ضمیر هم کلمه‌ای که به جای اسم میشینه. پس تا اینجا یاد گرفتید که بعد از فعل‌های متعدی یا باید اسم بذاریم مثل my mother یا ضمیرشو بذاریم. گاهی هم بچه‌ها میشه اسم سازشو بذاریم، یعنی یک فعل بیاریم که نقش اسمی داشته باشه، یعنی فعل آنجدار بذاریم. مثلا من میگم I love، این فعل متعدیه. بعد میگم teaching، دوست دارم چه چیز را؟ تدریس را. تدریس میشه مفعول دیگه، مفعولم یعنی اسم. و فعل رو بخوام به اسم تبدیل کنیم باید چه اضافه کنیم؟ ING اضافه کنیم. پس ببینید بعضی از فعل ها هستن که اینا جز فعل ویژه نیستند اما ما میتونیم بعدشون آینجی بیاریم. چه فعل هایی هم؟ بهشون میگن فعل متعدی.
هر فعلی که شنونده رو منتظر بذاره بهش میگن فعل متعدی. الان شما میگی دوست دارم، خب چه کس را، چه چیز را، حتما باید بعدش اسمی بیاد، یه مفعولی بیاد. مفعول شما یا اسم یا ضمیر یا اسم سازشه، یعنی از فعلش میاید اسم میسازید. این حالت رو داره. دقت فهمیدید؟ این هم یک نکته که بایستی بدونید. یک سری فعل هایی هم داریم بچه ها بهشون میگن افعال حسی. نگاه کنید، افعال حسی، هر فعلی که از نظر معنایی به یکی از حواسمون برگرده، مثل دیدن، شنیدن، بویدن، ها، به اینها میگن فعل های حسی. بعد از فعل های حسی ما مفعول میذاریم. بعد از اینها یا بایستی مصدر بدون تو بذارید یا بایستی فعل آینجیدار بذارید. پس بعد از فعلای حسی ما هم میتونیم مصدر بدون تو، هم میتونیم فعل آینجیدار بذاریم. چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ وقتی تمام عمل رو مشاهده کرده باشیم مصدر بدون تو، وقتی قسمتی از عمل رو مشاهده کرده باشیم فعل آینجیدار میذاریم. پس مصدر بدون تو وقتی میاد که تمام عمل را مشاهده کرده ایم، و فعل آینجیدار وقتی میاد که قسمتی از عمل را مشاهده کرده ایم. ببینید یعنی چی؟ مثلا میگم که I saw the teacher cross یا crossing the street. ببینید در اینجا سا فعل حسیه، دیدن دیگه. خب کدومی که از اینا درسته؟ بعدش مصدر بدون تو یا فعل آینجیدار؟ میگیم هر دوش درسته. آقا تو منو تو خیابون میبینی که دارم از خیابون رد میشم، منو دوست داری، وای میسی بینی که من به سلامت مون بر خیابون رسیدم یا نه، کل عمل منو، عبور کردن منو تماشا میکنی، بعد میبینی به دوستت میگه که I saw the teacher cross the street، معلم رو دیدم که از خیابون رد شد، عبور کرد، اونجا کراس به کار میبری. ولی یه موقعی نه، تو عجله داری، میخوای سری رد شی، یه لحظه منو میبینی که دارم از خیابون رد میشم، ولی وای نمیشه کل عمل رو تماشا کنی. اونجا میگه I saw the teacher crossing the street، یعنی دیدم که معلم داشت رد میشد از خیابون. پس ببینید بعد از فعلای حسی هم میشه مصدر بدون تو آورد، هم میشه فعل آینجیدار آورد. مصدر بدون تو وقتی میاد که کل عمل رو مشاهده کرده باشی، و آینجیدار وقتی میاد که بخشی از عمل رو مشاهده کرده باشی. I saw the teacher cross the street، دیدم که معلم از خیابون عبور کرد. ولی وقتی میگید I saw the teacher crossing the street، یعنی دیدمش که داشت عبور میکرد، معناش این میشه، تغییر میکنه. ضمناً این کلمه cross عزیزان من، cross یک معناش میشه عبور کردن، یک معناش هم بنویسی صلیب. مثلا شما میگید crossroad، crossroad یعنی چی؟ crossroad یعنی این که دیگه راحته دیگه، یعنی چهار راه. چهار راه شکل چیه؟ شکل صلیبه بچه ها، به این جهته بهش میگن crossroad، به معنی چهار راه. خب پس ما فعل های حسی رو هم گفتیم بهتون، هم میشه بدون تو گذاشت، هم آینجی داد. اما حالا میخوام فعل هایی رو به شما بگم که بعدش فقط و فقط مصدر بدون تو میاد. پس سر خط من میسم افعالی که بعد از آنها مصدر
بدون تو آورده می شود. چه فعلایی هم بچه ها؟ یکی فعل لت هست به معنای اجازه دادن، یکی فعل میکه. میک 5 تا معنا داره پسرم دخترم، اینجا دو تاشو لازم داریم. اگر به معنای وادار کردن باشه یا به معنای سبب شدن باشه، بعد از اینها شما مفعول میذارید و بعدش مصدر بدون تو میارید. پس از فعل‌هایی که ما میتونیم بعدش مصدر بدون تو بیاریم، یکی let هست به معنی اجازه دادن، یک معنی هم بیشتر نداره، بعدش مصدر بدون تو میذاریم. اما make 5 تا معنا داره. اگر این دوتا معنا رو داشته باشه، یعنی به معنی وادار کردن باشه و به معنی سبب شدن باشه، اینم بعدش مفعول میاد و بعد مصدر بدون تو. اما عزیزان من، فعل help به معنای کمک کردن یا کمک نکردن، این بعدش مفعول، پشتر شما هم میتونید مصدر بدون تو بذارید، هم میتونید مصدر با تو بذارید. پس فعل help مثلا تو متن اون conversation درس دومتون چند بار help رو به کار برده؟ بدون تو گذاشته. قطعا اونجا معلمتون گفتن آقا شما میتونید به جای مصدر بدون تو مصدر با تو هم بذارید، تو معناش هم تغییر ایجاد نمیشه. پس بعد از help به معنای کمک کردن هم میتونیم مصدر بدون تو بذاریم، هم میتونیم مصدر با تو بذاریم. اما فعل can't help یا couldn't help، حالا با اینا مثال میگم ها، can't help یا couldn't help، اگر معناش ناچار بودن باشه، بعد از اینها بایستی فعل آنجیدار بذارید. پس can't help یا couldn't help، اگر به معنای ناچار بودن باشه، فعل بعدش آنجیدار میاد. حالا مثال که بگم متوجه میشید. ببینید، مثلا میگم که he didn't let anybody not even his children in his affairs. یه جمله است، چهار تا جواب داشته: interferes، interfering، interfered و interfere. کدوم جواب درسته بچه ها؟ جواب 2، 4، بله دیگه بقیه. آقایون خانم ها سریع بگی جوابتون بچه ها. آها، باز نگاه میکنیم به جمله، میگیم let اومده و معلم هم گفته بعد از let بدون تو باید بذاریم. وقتی میگیم بدون تو یعنی شکل ساده فعل، یعنی فعل اس نداره، ایدی نداره، آنجی هیچی نداره، میشه گزینه 4. معناش چیه؟ یعنی او اجازه نداد به هیچ کس و نه حتی به بچه هاش که دخالت کنن در کارهاش. interfere آقا یعنی دخالت کردن، affairs یعنی امور، یعنی کارها، به این ترتیب. یا مثلا این جمله رو نگاه کنید،
کدوم جوابشو انتخاب میکنید بچه ها؟ تو این سوال کدوم جواب انتخاب میکنید؟ بچه ها حرف بزنید با من، کدوم جواب؟ جواب سه، جواب یک، جواب دو؟ بله 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 بله. ببینید در اینجا فعل has made اومده، make. بعد از make اسم خونه اومده. آیا خونه رو میتونیم وادار کنیم؟ نه، خونه رو میتونیم بسازیم. پس اینجا make یعنی ساخته است. ما گفتیم make اگر به معنی وادار کردن و سبب شدن باشه بدون تو میذاریم. حالا که به معنی ساختنه باعثی با تو به کار ببریم، یعنی گزینه دومی درسته. اینجا تو معناش چیه؟ یعنی این order تو، یعنی او ساخته از خونه ای رو به منظور این که توی زندگی کنه، معناش اینه. ولی اگه همین جمله رو اینجوری بنویسه، نگاه کنید، He has made us in this house. اگه جمله اینجوری باشه، باز هم چهار تا جواب: live، lived، to live و living. کدوم جواب بچه ها؟ سریع بگید. جواب یک. چرا؟ درست میگه امون حسین، باریکلا. ببینید اینجا make اومده، بعدش اسم آدم داریم، آس. آدم رو میشه وادار کرد. اینجا پس make معناش میشه وادار کردن. بعدش باید مصدر بدون تو بذاریم، میشه گزینه یک. او وادار کرده است ما رو که تو این خونه زندگی کنیم. پس اینجا میشه وادار کرده است. حالا اینجا میسم خدمتون که کلیه افعال اگر مجهول شوند بعد از آنها مصدر با تو آورده می شود. ببین آقا، من همین جمله رو مجهولش می کنم، میگم We have been made in this house. چهار تا جواب، همون جواب رو میسم: live، lived، to live و living. ببینید باز نگاه میکنم اینم فعل make اومده، اما make رو با be آورده. هر موقع بچه ها be با قسمت سوم فعل بیاد، با قسم حضرت عباس اون فعل مجهوله. پس این فعل مجهول شده. ما چی گفتیم؟ گفتیم فعل ها وقتی مجهول میشن بعدش باید مصدر با تو بذاریم، یعنی تو این جواب ها گزینه سومی درسته. معناش چیه؟ میگه ما وادار شده ایم که تو این خونه زندگی کنیم. We have been made to live in this house. دقت فرمودید؟ ولی فعل help بچه ها، فعل help، ببینید دو تا جمله رو، I couldn't help the pupils their problems. چهار تا جواب به ما میدن: solve، to solve، solving یک و دو. یک سوال هم اینجوری میسم: she was in a hurry، she couldn't
help all the way to the village. بعد جواب ها run to run running یک و دو بفهمید در این دوتا سوال کدوم جواب رو انتخاب میکنید و چرا دوتا شماره برای من بفرستید تو این دوتا سوال کدوم جواب ها رو انتخاب میکنید سه و سه دیگه چهار و سه دیگه یک میشه چی؟ سه و دو میشه سه سه و سه سه دو و سه بله 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 ببینید در این دوتا سوال عمدن من تو هر دوتا جمله couldn't help آوردم اینجا هم couldn't help اینجا هم couldn't help ولی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است اینجا بعد از couldn't help مفعول داریم ما گفتیم بعد از help اگر مفعول بیاد مصدر بدون تو یا مصدر با تو یعنی هم یک درسته هم دو درسته میشه چهارمی معناش چیه؟ نتونستم کمک کنم به دانش آموزان که مشکلاتشون رو حل کنن ولی اینجا چی؟ بعد از couldn't help مفعول نیومده آقا چون مفعول نیومده تو باید مفعول بذاری مفعول یعنی چی؟ یعنی اسم فعل رو بخوای به اسم تبدیل کنی باید بهش آینجی بدی میشه گزینه یه سومی بچه ها میگه عجله داشت ناچار بود تمام راه رو به روستا بدود She was in a hurry عجله داشت She couldn't help running all the way to the village ناچار بود اینجا میگه ناچار بود چون بعدش مفعول نداره ولی میگه نتونستم کمک کنم نتوانستم کمک کنم اینجوری میشه این پیوپیلز بچه ها دو تا معنا داره یک معناش آی دکتر خواهم دکتر میشه مردمک چشم یک معناش هم میشه دانش آموز سالبم که یعنی حل کردن دیگه خب حالا به استثنای این فعل ها بچه ها هر فعل دیگه ای بهتون دادن بعدش مصدر با تو بذارین این هم به عنوان نکته آخر من اینجوری میگم که به استثنای افعال ذکر شده در بالا هر فعل دیگری در جمله آورده شده باشد بایستی بعد از آن مصدر با تو به کار ببریم شما فعل ویژه رو یاد بگیرید فعل let to make و help هم یاد بگیرید فعل حسی رو هم یاد بگیرید غیر از این فعل ها هر فعل دیگه بهتون دادن بعدش مصدر با تو بذارید ببین یعنی چی؟ مثلا میگم که She asked her friends their white sport shoes.
یه جمله است. چهار تا جواب به شما میدن. Putting on, putting in, to put on, to put in. کدوم جواب بچه ها؟ کدوم جواب انتخاب میکنید؟ بله زینب خانم 3-2، حسن آقا 2 دیگه، 3-3، بله بله بله. باز میایم به ظاهر جمله نگاه میکنیم، ببینیم که ask اومده. خب ask جز فعل ویژه نیست بچه ها، فعل ویژه رو حفظ کنید، چون فعل ویژه نیست پس آینجه دارا خط میخوره. ما گفتیم بقیهش رو با تو بذارید دیگه، اینم با تویه، اینم با تویه. و put on یعنی پوشیدن، ولی put in یعنی در داخل چیزی قرار دادن. اینجا بعدش کفشه ورزشی اومده پس پوشیدنه، بنابراین گزینه سومی رو انتخاب میکنه. یعنی از دوستاش خواست که کفشه ورزشی سفید رنگش رو بپوشن. معنی این جمله اینه. پس ما تو این جلسه تونستیم بچه ها بحث دو تا فعل رو خدمتتون بگم، که گفتیم فعل اولی زمان داره، فعل دوم سه حالت داره، یا آینجی داره، یا بدون تو، یا با تو، که هر سه مدلش رو خدمتتون توضیح دادیم. انشالله بقیه رو جلسه آینده در خدمتتونیم. شما رو به خدا میسپارم، موفق و شاد و پیروز باشید. خدا حافظ شما.